بنابراین حساب زندانشو نداشت، کارشو میکرد و مبارزشو پیش میبرد برای یک مجاهد خلق، یک عنصر مجاهد خلق. صحنه مبارزه در شرایط مختلف متفاوته، در زندان رزم علیه جی تشخیم و جلاد و گرفتن آموزش های سازمان، و بهترین فرصت بود برای مجاهد خلق که آموزش های سازمان، خصوصا در اون زمانی که خود برادر مسعود شخصا آموزش های سازمان رو و تدوین میکرد. آقای زیبایی، در مجموع شما چه مدت با برادر مسعود در زندان بود؟ ما در اواخر آبان سال 57 زندانیان زندان ابین این در به قصر منتقل شدند و جمع مجاهدین ابین همین اواخر آبان ماه به جمع مجاهدین مستقر در قصر پیوستن و برادر مسعود در رأس هم مجاهدین زندان ابین بودن و اواخر آبان بود که من برادر رو برای اولین بار خب چی بود داستانش؟ همون لحظات تعریف کنیم برامون. از صبح تقریبا ما میدونستیم که مجاهدین ابین میاد. قبلش من یک نکته رو بگم که بعد از آزادی گسترده آبان 4 آبان سال 57 مجاهدین قصر تصمیم گرفتن از همه بندا به 178 مستقر بشن، یعنی از بعد از 4 آبان تا اواخر آبان بند 178 خلص محل استقرار زندانیان مجاهد بود. اون روز که قرار بود مجاهدین اوین به قصر بیان، خود برادر مسئولین هم گفته بودن که ما بند 178 میدیم اینا، و ما از قبل میدونستیم که برادر مسئول و بقیه برادر مجاهد که سردارم بله بله سر موسی هم جزشون بود میان 178. ما در واقع یک حالت انتظار داشتیم و کشیک گذاشته بودیم جلو در، به مجرد اینکه صدای بچه رو شنیدن کشیک به ما اطلاع داد و ما همه جلو در جمعی جمع شدیم و به استقبالش رو رفتیم و روبوسی کردیم. و شیرین ترین لحظه من طول زندان لحظه‌ای بود که برادر مسعود رو من دیدم. البته به آسانی هم من برادر مسعود رو اون لحظه چیه پیدا نکردم، به دلیل اینکه من برادر رو ندیده بودم و نمیشناختم. ما اومدیم با همه بچه ها روبوسی کردیم، اتفاقا من با برادرم روبوسی کرده بودم ولی نمیدونستم. بعد به یکی از بچه ها مجاهد شهید حسن صادق بود، گفتم پس مسعود کو؟ گفت مسعود همون که باش روبوسی کردی. برادر رو نشون داد، من دوباره رفتم که برادر رو با برادر روبوسی کردم.